سلام خانم عزیز، روزتون بخیر. امروز کاری که دارم انجام میدم پودوزی روی بافتنی هستش. برای این کار خانوما احتیاجه که زیر کارمون حتما یه لایه پارچه آستر پرده یا حریر بذاریم و روی کارم من طرح روی لایه آبشور کشیدم و روی کار گذاشتم و هر سه لایه رو باید داخل کارگاه بذاریم و گلدوزیشو انجام بدیم. به این صورت و طرحی رو هم که انتخاب کردم این طرح هستی که الان گلدوزیشو براتون انجام میدم. چرخی که دارم استفاده میکنم چرخ تیپیکال 391، یعنی چرخ صنعتی هستش. برای دوخت این کار ابتدا قسمت های برگهاشو با رنگ سبز میدوزیم و این برگ های بزرگش و در آخر هم گل هاشو میدوزیم. من با رنگ سبز دارم این قسمت های کارو انجام میدم و از اونجایی که کار روی بافتنی هستش حتما باید یه لایه زیر کار گذاشته بشه، به این دلیل که روی بافتنی بخوای کار انجام بدی موقعی که در توی داخل کارگاه میخوای بذاری کار کش میاد. قسمت های کار رو با پهن باریک دوختش رو انجام میدیم. برگای کوچیکمون هم با پهن و باریک دوخته میشه. برای دوخت این برگ هامون
از دو رنگ استفاده میکنیم و به صورت توپردودی از نوع خشدودی استفاده میکنیم که دور اطراف کار رو با رنگ سبز تیره تر و وسط کار رو سبز روشن تر استفاده میکنیم. وقتی همه گلبرگ هامون رو دوختیم تموم چون با رنگ اولمون، با رنگ روشن‌تر وسط کار پر میکنیم و هر از گاهی هم تو دوختای قبلیمون میریم. به این صورت و وسط کار و وسط گلبرگمون هم یه پهن و بارید میریم. و به این صورت گلبرگامون رو پر میکنیم. برای دوخت گلهامون از دو رنگ استفاده میکنیم که میتونیم از زرد کمرنگ یا پر رنگ استفاده کنیم و وسطش رو از رنگ نارنجی استفاده کنیم و میتونیم از رنگ صورتی از دو رنگ رنگ صورتی استفاده کنیم، کمرنگ و پر رنگ. من از رنگ زرد برای این کار دارم استفاده میکنم و ابتدا از رنگ زرد تیره ترمون شروع میکنیم. خب ابتدا همه گلهامونو گلبرگای گلمونو با رنگ تیره تر زرد تیره تر دور اطرافشو میدوزیم و بعد با رنگ روشن تر پر میکنیم گلبرگامونو.
کار دوختمون تموم شد، گلدوزیمون تموم شد، لایه آبشور رو اضافه هاشو میچینیم و این قسمت کار رو داخل آب قرار میدیم، لایه آبشور خود به خود پاک میشه و از بین میره و کارمون به این صورت تموم میشه. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشین و بتونین ازش استفاده کنین. تا ویدیوی بعدیم، خدا نگهدار.